اینجا لندن، ساعت 11 تهران، زنده از استودیوی ایران اینترنشنال. این برنامه است با کامبیز حسینی. به دوشنبه شب برنامه خوش آمدید ملت. برنامه تا 44 دقیقه دیگر مهمان شماست. اگر دنبال این بودید که برنامه امشب کجاست، باید عرض کنم که بله، برنامه امشب همینجاست. امید وردو ببرش دیگه. من حقیقتش خودم همچی آدمی نیستم، یعنی هیچ وقت نبودم، دوستم هم نداشتم که باشم همچی آدمی، از این آدمایی که یک آرمان دارن براش حاضرن جان بدن. من فکر کنم بیشتر از یک آرمان دارم و بیشتر از یک جان لازم دارم. من طرفدار دموکراسی، آزادی بدون مرز، برابری زن و مرد و تمام چیزهایی هستم که یک جامعه آزاد باید داشته باشه. برای این هدفام تلاشم میکنم، تا جایی که بتونم بقیه را آگاه میکنم، براش میجنگم اینجوری با همین کاری که بلدم. تازه در اون دنیای آزاد هم دنبال قدرت سیاسی یا بیزینس و اینا نخواهم بود. و بعد از این که ایران آزاد شد هم خواهید دید که بازم نشستم تو تلویزیون یا تو رادیو دارم غر میزنم. اما آیا حاضرم مثل یام پالاخ خودم رو آتیش بزنم؟ نه، حاضر نیستم. به نظر من زندگی با تمام بدیاش، با تمام سختیهاش، زیر تمام فشارها ارزش داره بمردن. به نظر من دقیقا در همین روزها و سالهایی که انگار دیگه هیچ راهی نیست، فاجعه ها آوار میشن رو سرمون و داریم زیر بار خبرهای ناخوشایند، زیر بار گرونی، فساد، فشار جمهوری اسلامی خورد میشیم، توی همین روزهایی که زندانی های سیاسی هر روز باید برای بدیهی ترین حقوقشون اعتصاب قضا کنند، در روزهایی که دختر بچه رو تو مترو به خاطر یه تیکه روسری میکشند، در روزهایی که کارتون خوابی جاش رو به دور خوابی داده، در همین روزهاست که نباید ناامید شد و باید چراغ امید رو روشن نگه داشت، چراغ روبرو شدن با آینده. من برای کیانوش سنجری و مرگ اعتراضیش احترام قائلم، برای آدمی که از هر راهی رفت تا حرفش رو به جامعه برسونه، با بی‌عدالتی مبارزه کنه و وقتی ناامید شد با جانش، جان ارزشمندش اون کار رو کرد. اما راه من اون نیست. من هنوز امیدوارم که آدم ها به اونجا نرسند که برای آگاه کردن بغل دستی هاشون، همسایشون، رفقاشون و البته غریبه ها و آدم های دیگه ناچار بشن از جانشون مایه بذارن. به نظر من و آدم هایی مثل من، امروز باید در تاریکی به اون لرزش خیلی دور و کمرنگ نور در دور دست در ته اون تونل لعنتی امید داشت، همون چراغی که اونقدر کورسو میزنه که شاید فکر کنیم وجود نداره اما شکی نیست که روشنه. امروز حسین رونقی یکی از اون چراغ‌ها رو روشن کرد، وقتی به تنهایی کت‌شلوار پوشید، کراوات زد و با لب‌های دوخته رفت سر چهار ولیعصر، همون جایی که من جوونیم رو اونجا با رویاهای تئاتر سر کردم، درست همونجا وسط خیابون ایستاد و دستش رو به علامت پیروزی بالا برد. هزاران آدم بی‌تفاوت از کنارش رد شدن، چند نفری هم بهش پیوستن، اما تصویر کاری که کرد دست به دست چرخید و میلیون ها نفر تا الان دیدنش و میلیون ها نفر دیگه هم بعدن میبینن. خدا رو بگیم.
خب رسیدیم به تای خط خبرها، جایی که شما را مطلع میکنیم از آن چه گذشت ولی ما نگذشتیم. اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کردند. اتحادیه اروپا گفته چون جمهوری اسلامی اون توی جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت کرده از روسیه و همچنین از گروه‌های مسلح تو خاورمیانه اینا و تو دریای سرخ هم حمایت کرده، پس ما اینجوری میکنیم، تحریم میکنیم. همینطوری داره به دستاوردهای دولت وفاق ملی اضافه میشه ملت. البته چون اکثریت مردم کشتی رو در زندگی روزمرهشون لزوما نمیبینن، شاید براشون فرقی نکنه. حالا کشتی رو تحریم کرده که کرده، نون رو که تحریم نکرده که، مهران مدیری رو که تحریم نکرده، گلیاپوچ رو که تحریم نکرده که، کشتی رو کرده که کشتی. حالا کی کشتی داده کی کشتی گرفته مهم نیست، واقعا مهمه اصلا چی تو این کشتی ها چی میبرن چی میارن. در نهایت میخواد بره تو جیب این یارو، اسمش بود عربیش خوب بود، یه ذره اصلاح طلب بود، چی بود اسمش، بچه‌اش دوز بزرگ کرده بود، شمخانی، اسم آدمو یادم میره. این چیه؟ بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که تفاوت این مذاکرات الان ایران اروپا با مذاکرات قبلی که فنا رفت چیه، گفت ما کوتاه نمیاییم. ما هیچ وقت از مواضع و منافع اصولی خودمون کوتاه نمیاییم. هر مذاکره ای به مفهوم داد و ستد و تبادل امتیازها باید منصفانه، عادلانه و معقول و منطقی باشه و با در نظر گرفتن نگرانی ها و مصالح طرفین صورت بگیره. این کجاست مشکل؟ اینجاست که منافع و مصالح شما ربطی به منافع و مصالح ملت ایران نداره. شما داری درست میگی، اتفاقا از منافع خودت پایین نمیای و برای این منافع خودت پا روی منافع ملت میگذاری. از مصالح دیگه چیزی نگم که اوضاع ساختمون سازی خراب این روزا میگن. ضمناً زبان فارسی عوض شده این مدت ما نبودیم. من چرا جدیداً نمیفهمم اینا چی میگن؟ شما میفهمین؟ خودشون میفهمن چی میگن؟ منافع و مصالح شما اصول داره که بخواد اصولی باشه اصلا. چرا باید یه دولتی بشینه با شما اصلا مذاکره کنه؟ واقعا جناب آقای سخنگوی وزارت خارجه همچنان با تاکید فراوان تاکید کرد که در دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی از هیچ کسی اجازه نخواهد گرفت و جمهوری اسلامی قطعا صادق سر هم فلان میکنه. تهدیدهای رژیم صهیونیستی تهدیدهایی است 100% خلاف حقوق بین الملل که به شیوه خودش به نحو مقتضی از سوی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد. این جوری حرف میزنه انگار تو از کسی مگه شما تو الان کسی اجازه میگرفتین؟ شما بر دفاع از منافع یه ملت از اون ملت اجازه نمیگیرین. برای خودتون اینقدر پپسی باز نکنید. کسی توقع اجازه از شما نداره اصلا. اصلا کسی دیگه توقعی از شما نداره. مشتبه امانی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان که در جریان انفجار پیجرهای حزب الله مجروح شد با خامنه ای دیدار کرد. او در این دیدار به خامنه ای گفت چشم راستم یه ذره نیمه اوف شده و امید است که بهتر شود. چشم چپ هم اوف شده بود، حالا خوب شده. این چشم راست هم تقریبا یه نیمه میبینه، گفتن امیده که کامل بشه. ولی چشم چپ هم بله، یه التهابات مال چیز رو داره. درد و بلای تمام چشمانی که این مدت از دیدن زیبایی های این دنیا محروم شدند تو سر اون چشم چپت. وحید یامین‌پور مجری صدا و سیما و دبیر شورای عالی جوانان دولت رئیسی و بی سواد ترین آدمی که پاش به آنتن زنده تلویزیون در دنیای رسانه از زمان کوروش کبیر تا الان رسیده، افزایش قطعی برق را در راستای تقویت بنیان خانواده اتفاق مثبتی خواند. یامین‌پور گفته در لبنان حتی در شرایط غیر جنگی خیلی از مردم اغلب حدود 4 ساعت برق دولتی دارن، قدر بدونید، غر نزنید. چند تا ملت رو شما در لحظه میتونید بدبخت کنین؟ من نمیدونم. دیدیم ملت خودتون بس نیست، رفتیم ملت لبنان هم بدبخت کردین. به مردم ایران تازه میگین غر نزن، از لبنانی ها یاد بگیرین. به لبنانی ها میگین غر نزن، روزی 4 ساعت برق دارین تو تحمل دیکتاتوری، از ایرانی ها یاد بگیرین. استاندارد ما الان شده لبنانی که شما با خاک یکسان کردی ها.
تو نه یامین پور، تو که این کار نستیم خامنه اینا، سلیمانی رئیس جمهور منتخب خامنه ای هم که فکر میکنه مردم سوئیس انتخابش کردن، واقعا ایران هم یه جایی تو مایه های نروژه، اونجوری صحبت میکنم با اقتصاد مثلا کالیفرنیا. بله بفرما. زورگیری در ترافیک دیگه شده قسمتی از زندگی تهرانی ها. این دفعه یکی از پل های تهران، این بار البته زورگیر موفق نمی شود، سپس مثل دیوانه ها میزنه لاستیک و بدنه ماشین رو داغون میکنه. بفرما. فیلم بگیر ازش. علی میاد الان سراغ ما. برق نداریم، آب نداریم، گاز نداریم، پول نداریم، نقدینگی نداریم، بنزین نداریم، بنزین نداریم، رو بنزین زندگی می‌کنیم، بنزین نداریم، آرامش نداریم، اقتصاد نداریم، آینده نداریم، امید نداریم، امید داریم، زندگی نداریم، اما به جاش امنیت هم نداریم. راحت، خلاص. دولت وفاق ملی داریم. وفاق در همه نداری، وفاق در همه بدبختی‌ها. قطعاً چون این حرکتی قابل دفاع نیست، اما بدون شک هر کسی که چنین صحنه‌ای رو دید قبل از اینکه به اینا فحش بده به باعث بانیش فحش میده. من تو برنامه فحش نمیدم، بعد آموزی داره. قبل و بعدش از خجالتشون در میام. قیمت هر شانه تخم مرغ سیتایی در بازار تهران با 30% افزایش به 150,000 تومان رسیده. این رقم با افزایش 10,000 تومانی هفته گذشته 20,000 تومانی هفته جاری گرانتر شده. وزارت جهاد کشاورزی رشد قیمت نهاده ها را عامل اصلی گرانی تخم مرغ معرفی کرده است. واقعا خوب شد این جلیلی نیامد رئیس جمهور بشه. والا که آقا میدونی دانشجو چی میخورن الان تو ایران؟ واقعا دیگه نیمرو چی آقا؟ اینه دیگه قیمتش رو میگفتن هویدا شایعه بود، میگفتن این نمیدونم واقعیت بود یا شایعه بود، میگفتن این وقتی بازجویی میکردن ازش این کبریتر باش بازی میکرد و بهش گفتن تو چیکار کردی؟ گفت من این قیمت این کبریتو مثلا 30 سال همینقدر نگه داشتم، یعنی تورمو به صفر رسوندم. شما چیکار کردین؟ فاتی مهاجرانی سخنگوی دولت میگه که دولت داره افکار عمومی رو برای گرون کردن قیمت بنزین آماده میکنه. فاتی گفت دولت هنوز تصمیمی نگرفته ولی دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. حجت میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم گفته بود که 30-40% بنزین گرون میشه. اول البته میدونید که قیمت ماشین دارم 30% بردم بالا، حالا ما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه برنامه راجع بهش. اول قیمت ماشین رو 30% بردم بالا که بعد 40% قیمت بنزین. اینجوری افکار عمومی آماده شد. اینو بهش میگن آماده سازی افکار عمومی. این زندگی نیست، ما زندگی دیگه فایده نداره بشات. این زندگی نیست به خدا. اینجا هم گرونه ولی اینقدر دیگه خر تو خر نیست. خب دولت پزشکیان در ادامه برآورده کردن وعده هایی که داده بود دیشب ناگهان با یک امضا قیمت خودروهای تولید داخل رو افزایش داد. بنابراین قیمت ماشین های تولید ایران خودرو به طور متوسط 33% افزایش داشته و قیمت ماشین های سایپا به طور متوسط 23%. ما در برنامه امشب از شما میپرسیم که نظرتون درباره این افزایش قیمت چیه. برای شرکت در برنامه کافیه که به شماره ما در واتساپ یا تلگرام پیغام بدید، یعنی پیامک بفرستید تا ما لینک شرکت در برنامه رو براتون بفرستیم، خصوصی، امن، شخصی برای شخص شما. زنگ نزنید، پیامک بدید، بقیهش با ما. شماره ما هست 2044-75-10-110-110. اما قبل از اینکه شما روی خط بیایید اجازه بدید سلام کنم به مهمان برنامه، رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. رضا جان خیلی خوشحالم که اومدی در برنامه ما. چی شده؟ 30%؟ چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ کی؟ چی شد؟ این پولو کی میخواد بخوره؟ سلام خدمت شما و همه بیننده ها. اولا که 30% متوسط قیمتیه که افزایش پیدا کرده، ولی
باید منتظر افزایش بیشتر هم باشیم، یا به صورت رسمی یا به صورت غیر رسمی، چون خودروسازها درخواست 80% افزایش قیمت رو دادن به شخص پزشکیان یک ماه پیش و پیگیر این افزایش هستن. فعلا 30% اعمال شده، حالا باید ببینیم یا دولت در ادامه با یک تبصره و بند و مصوبه دیگه افزایش قیمت جدیدی رو رقم میزنه، یا اینکه خودروسازها مثل همیشه خودرو رو احتکار میکنن، عرضه رو جیره بندی میکنن و رسما بازار ثانویه رو تشدید میکنن که بتونن گرونتر بفروشن. اما الا ای حال 30% گران شده، 30% گرانی که نصیب حلقه های مافیایی و انحصار طلبایی میشه که در صنعت خودرو این شرایط رو برای مردم به وجود آوردن. رضا جان یه ذره ساده تر صحبت میکنی من بفهمم چی میگی؟ یعنی به من بگو که آقا این چجوری یه دفعه 30%؟ مگه قیمت این ماشین چقدر بوده؟ قیمت واقعی این ماشین چقدر بوده که حالا میتونن 30% بیارن بالا؟ واقعا قیمت واقعی این ماشین چنده الان؟ میدونی اینو؟ ببینید قیمت واقعی بذار اینجوری هم ساده ترش، آره. افزایش قیمتی که رخ داده، نهادهای تولید گران شده، مواد اولیه گران شده، بله. تولید کننده درخواست افزایش قیمت داده، 80%، دولت با 30% موافقت کرده. حالا اینکه قیمت خودرو با چه فرمولی محاسبه می شود، یه بخشیش برمیگرده به افزایش قیمت دلار، چون بخشی از قطعاتی که استفاده میشه به اسم کالای ایرانی، کالای تولید داخل از چین وارد میشه، ارزبری داره، بخشی هم که عملا رسما وارد میشه، اینها در سایر بخش ها، حوزه فولاد قیمتاش جهانی هست، اون هم افزایش پیدا کرده. خودروساز افزایش هزینه داشته، بنابراین افزایش قیمت طبیعی. اما نکته اینجاست، یه نکته ظریفی وجود داره، اینکه خودروساز به هیچ عنوان به سایر حوزه ها توجه نکرده، صرفا افزایش هزینه رو برای مواد اولیه در نظر گرفته، اما در این فرمول افزایش قیمت جای خالی افزایش کیفیت خودرو خالیه، جای خالی افزایش کیفیت خودرو در بحث مقاومتش، در بحث بهینه‌سازی سوختش خالیه، که خب بسیاری از مشکلات همین امروز، حتی اون بنزینی که قبل از این موضوع اشاره کردی، برمیگرده به همین. عملا خودرویی که شاید در حالت نرمالش، در حالت استانداردش، بخواد در یک کشور دیگری با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا تولید بشه و به 6-7 هزار دلار هزینه تمام شدهش هم نرسه، عملا در ایران به بیش از 10 هزار دلار داره تولید میشه و به دست مردم میرسه. آقا این چه سیستم ماش؟ اصلا شما کجای دنیا قرعه کشی میشه ماش؟ این چه سیستمیه؟ من یه ماشینه دیگه، واقعا یه ماشین خریدن دیگه اینقدر دنگ و فنگ نداره. همه جای دنیا دیگه، تو ونزوئلا هم تمام راحت میرن ماشین میخرن. این چه وضعیه الان؟ یعنی ایران خودرو سایپا گفتن 80، یعنی مواد اولیه شما میگی مثلا حالا گرون شده 80%، آخه یعنی میشه مگه هم چیزی؟ خیلی نیست به نظر شما 80%؟ 80% از سال 1401 تا امسال رو در نظر گرفتن که حساب کردن 86% مشخصا افزایش قیمت نهادهای تولید داشته. خب در اقتصادی مثل ایران که ما دائم افزایش قیمت‌ها رو داریم تجربه می‌کنیم، خب یک چیز طبیعیه، یک حالت عادیه، یعنی نمیشه خورده گرفت به تولید کننده‌ای که منصفه، نه تولید کننده‌ای مثل ایران خودرو و سایپا که یک انحصاری ایجاد کرده و به قول شما قرعه کشی میکنه. چرا؟ چون مرزها بسته است، خودرو کیفی نمیاد، مردم مجبور هستن از همین خودرو استفاده کنن، عرضه کمتر از تقاضاست، بنابراین باید ثبت نام صورت بگیره، انتظاری شکل بگیره، یه صفحه انتظار تشکیل بشه، و از همه مهمتر، این که مردم در شرایط تورمی به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای و سودده نگاه میکنن، تمایل دارن بخرن تا گرانتر بفروشن. هیچ جای دنیا ماشین سرمایه نیست، یعنی شما ماشین مصرف میشه دیگه، ماشین شما میخری، هر روزی که سوار میشه قیمتش میاد پایینتر. این چه جوریه که تو ایران سرمایه است ماشین؟ برمیگرده به نوع حکمرانی. هیچ جای دنیا هم بنیانگذار اون حکومت و سیستم نگفته که اقتصاد کار خر است و هر چی خره بذاره رأس سیستم. راست میگی، اینم حرف حقه. خب
دقیقاً. و وقتی خب در یک همچین سیستمی با همچین تفکری در همچین اقتصادی شما زیست میکنی، قاعدتاً روز به روز همه اقلام مصرفی تبدیل میشن به کالای سرمایه‌ای. خودرویی ببین... که در هر جای دنیا بخرید $10,000، 2 سال بعد $5,000، ایران برعکس. آره ببین، این حالا این افزایش قیمت الان چه تأثیری روی این بازار آزاد میذاره به نظر تو؟ این یعنی حالا یه چیز دیگه، یکی اینو بگو بعد اینا جواب بده، بعد یه سوال دیگه دارم. بگو اینا بعد. خب اینو خیلی کوتاه بگم، بازار آزاد همین الانش هم اختلاف بسیار زیادی با در قیمت کارخونه داره و این 30% به باور من یک چیزی بود، 10% رو قیمت بازار آزاد میتونه تأثیر بذاره، چون همین الانش هم مردم خودرویی که میخرن قیمت کارخونه نیست. قیمت کارخونه اونایی که یک سال منتظر میمونن پول میدن بعد یک سال خودرو بگیرن. امروز شما بری بازار، قیمتا با کارخونه بسیار متفاوته. ببین بعد خواستم ازت بپرسم که حالا شما به نسبت حالا قیمت خودرو و درآمد مردم و اینا، مثلا همه جای دنیا یک تناسبی وجود داره توش، میدونی؟ آیا این تناسب، مثلا شما اینجا توی انگلیس میخوای شما بری، هر کسی یک حقوقی میگیره، بالاخره یه سالری داره، یک درآمدی داره، بر اساس اون درآمد شما براش یه ماشینی هست، یه خودرویی هست، یه چیزی هست که تو میتونی، آیا همچین تناسبی بین درآمد و این خودرو در ایران وجود داره؟ در ایران یعنی کی میتونه مثلا دیگه ماشین بخره به نظر تو؟ یعنی چقدر باید پول در بیاری در ماه که بتونی بری اون ماشین رو بخری؟ ارزون‌ترین ماشین اگه پراید بگیریم به قیمت 400 میلیون، پرایدی که نه تکنولوژی داره نه ایمنی داره و علاوه مرگ هم معروفه، این رو 400 میلیون بگیرید، درآمد حداقل درآمد یک کارگر رو بله. در خوشبینانه ترین حالت شما در سال 120 میلیون تومان بگیرید. اگر 4 سال این کارگر هیچی نخرد، هیچی نخورد، قیمت خود پراید ثابت بماند، بعد 4 سال میتونی پراید بخره. این اتفاقیه که تو ایران میفته. حالا شما این رو که مقایسه کنید با خودروهای دیگه، هرچه مدل خودروها میره بالاتر، قاعدتا مدت زمان انتظار هم طولانی تر میشه و برای پراید بعد 4 سال هیچی نخرن به شرط اینکه قیمت پراید هم ثابت بماند تا بتونن یه پرایدی بخرن. الان تو 4 سال گذشته قیمت پراید چقدر اومده بالا؟ ببین تو 4 سال گذشته حداقل فکر میکنم از پراید 50-60 میلیون تومان اومد رسید به 400 میلیون. پس چیکار باید کرد رضا؟ شما که تو کار اقتصاد هستی، مردم چیکار کنن، چجوری زندگی کنن؟ یه پراید هم دیگه نمیشه خرید؟ نه واقعا، یه بخش این که مردم چطور زندگی میکنن، یه گریز کوتاه بزنم. یک گزارشی بود دیروز روزنامه همیهن زده بود نسبت به زندگی قسطی. ببین مردم امروز درآمدشون کفاف نمیده برای هزینه هاشون، قسطی میخرن، یعنی به جایی رسیده که زندگی ها قسطی شده، از آینده دارن خرج میکنن و یک جایی این جواب میده. اما اینکه چه بکنن، خیلی راحت یک بار برای همیشه همه میتونن کنار هم قرار بگیرن، فارغ از چپ و راست و هر ایدئولوژی اندیشه، پرانتز 57 رو ببندن. خیلی راحت. اینم جالبه دیگه. دردناکه ولی بله. رضا جان اگه لطف کنی من یک آخرین سوال ازت میکنم، ولی اگه لطف کنی که محبت کردی امشب اومدی تو برنامه ما، با ما بمونی تا آخر برنامه که دوستان با ما تماس میگیرن، چون بس فنیه شما، من یک کسی داشته باشم اینجا پشت هوای من داشته باشه ممنون میشم ازت. آخرین سوال من اینه که آیا فکر میکنی، چون این دولت پزشکیان از زمانی که اومد مأمور شده که قیمت بنزین رو ببره بالا، و همین امروز هم مهاجرانی گفت که ما داریم افکار عمومی رو، خب مدت هاست دارن میگن که افکار عمومی رو داریم آماده میکنیم برای اینکه قیمت بنزین رو ببریم بالا، آیا فکر میکنی که این افزایش قیمت خودرو ربطی داره به این داستان یا نه؟ نه، دوتا مقوله کاملا جدای از همه. بنزین یک بحث پیچیده و گسترده تری داره، برنامه هایی براش دارن، شاید برای فردا شب هم شما مجبور بشین در مورد بنزین حرف بزنین. بله. ولی چرا، چی شده؟ تو هیچ خبری داری ما نداریم؟ چی شده؟ یه پیچیدگی هایی داره که هیچ ربطی هم به خودرو نداره. خودرو مباحث جدا داره. بنزین مشخصا اتفاقی که میفته اینه که بنزین سوپر رو تولیدش رو به زودی متوقف خواهند کرد و تمام نیاز بنزین
سوپر کشور رو به صورت آزاد وارد میکنن و عرضه میکنن. در طرف مقابل گام دیگه افزایش قیمت بنزین آزاد هست، کاهش سهمیه خودروها و توزیع سهمیه بین همه مردم هست. تا یک بخشی از اون صحبتی که خانم مهاجرانی کردن و گفتن داریم افکار عمومی رو آماده میکنیم هنوز مونده، وقتی به تمام مردم بنزین بدن، حتی اونایی که خودرو ندارن و امکان فروش براشون بگذارن، عملا یک باجی دارن میدن، یه یارانه‌ای دارن میدن. اونی که خودرو نداره در لحظه یک درآمدی کسب میکنه و ممکنه فعلا معترض نباشد تا بعدن که اثر اون پول هم از بین بره. خب رضا جان تشکر میکنم ازت، ممنونم که اومدی برنامه امشب ما با ما بمون و ما از الان امید با من ایکیا رو بیاریم بالا. وحید از تهران، نیما از کرج، محمد از هامبورگ. وحید از تهران رو امید میگه بیاریم بالا. وحید جان سلام عرض میکنم، اگه برنامه ما رو داریم میشنوی، ما راجع به افزایش ناگهانی قیمت خودرو در ایران داریم صحبت میکنیم، اگر نظری در این باره داری من در خدمت هستم عزیزم، بفهمید. سلام، وقت همه دوستان بخیر، امیدوارم که صدای منو داشته باشید. سلام عزیزم، بفهم. مسئله مهمی که توی افزایش نرخ وجود داره، ما باید نتیجه رو نگاه کنیم. نتیجه رو هم میشه در صورت‌های مالی شرکت‌ها جستجو کرد. شما وقتی به صورت مالی شرکت مراجعه می‌کنی، می‌بینین که 6 ماه ابتدای سال حدود 140 هزار میلیارد تومان فروش شرکت بوده، در حالی که 7000 میلیارد تومان زیان ساخته. نکته‌ای که بسیار که 5000 میلیارد تومان از این زیان مربوط به هزینه مالیه. علت این که این اتفاق میفته برای اینکه خودروسازها به شدت نیاز به نقدینگی دارن. وقتی این نقدینگی تأمین نمیشه، بل اجبار مجبوره که بره از بانک مرکزی، از بانک که نهایتاً به بانک مرکزی متصل خواهد شد، برای اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه اون خودروساز توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نخواهد داشت. نهایتاً مجبور میشه که به بانک بدهکار بمونه، بانک هم برای اینکه با دیگران تسویه کنه مجبوره که از بانک مرکزی اضافه برداشت هایی رو داشته باشه. اما مسئله ای که وجود داره این که بگیم افزایش نرخ ها اتفاق درست نیست، کاملا از نظر من اشتباهه. شما محدوده قیمت ها توی ایران رو اگر نگاه کنیم، با همین افزایش نرخ ها ما خودروی 5000 دلاری داریم تا 12000 دلاری. درسته در سالهای گذشته با تمام شرایطی که به هر حال از تحریم‌ها داشتیم نتونستیم اون کیفیت لازمی که مطلوب در واقع شهروندان ایرانی هست رو برقرار کنیم، ولی اون چیزی که وجود داشته اینه که ما با تمام شرایط تحریمی که وجود داشته چیزی حدود حداقل به اندازه انگشتان یک دست میتونم بگم خودرویی رو داشتیم، که نه اینکه با خودروی روز دنیا، ولی با خودروهای 2014 2015 آپشنایی که اونها داشتن بتونیم در واقع دسترسی پیدا کنیم. ولی اینکه بگیم گرون خودرو در ایران، نه، من این رو کاملا رد میکنم. برای اینکه قیمت 5000 دلار تا 12000 دلار قیمتی نیستش که شما وای جان آخه تو نمیتونی قیمت، حالا من حالا رضا هم احتمالاً توضیح خواهد داد، ولی شما نمیتونی قیمت خودرو رو به دلار حساب بکنی، بعد قیمت خب بالاخره درآمد ملت هم به دلار رو حساب بکنی، چوری میخوای بگی گرون نیست؟ به نسبت ما داریم راجع به صنعت صحبت میکنیم. بله. این که ما بخوایم این رو به مردم، شرایط مردم، نه میگه گرون نیست به نسبت به کجا گرون نیست؟ میدونی چی میگه وقتی میگه گرون نیست؟ یعنی به نسبت مردم اونجا گرونه دیگه. بهای تمام شدهش صحبت میکنیم. بله. یا شما باید یک صنعت رو حذفش کنید، که خب این با توجه به هزینه هایی که این صنعت شده، حذف کردن یک صنعت راهکار نیست واقعا. بعد از 45 سال کلی هزینه کنی این صنعت رو بیای حذف کنی، راهکار چیه؟ راهکار اینه که این قیمت‌های دستوری که وجود داره در این صنعت رو باید از بین برد. بازار باید به تعادل برسه. شما وقتی میتونی بگی بیا این صنعت رقابت کن که اون صنعت به تعادل رسیده باشه. شما الان میگین که من ماشین خارجی وارد میکنم با این رقابت کن. خب تو که به خودروسازت اختیاری ندادی، صرفاً براش مسئولیت ایجاد کردی. بهش میگی که در سال جفتتون باید 1,000,000 تولید کنید، 900,000 تا تولید کنید، ولی از اونور اختیار افزایش قیمت با شما نیست. وای جان مرسی. این که اختیار افزایش قیمت با شما نیست به این معنیه که اختیار افزایش قیمت با بازار نیست، و اتفاقا این نکته غلطی هست که متاسفانه وجود داشته در سالهای گذشته و ما به اینجا رسیدیم. ولی افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده به نظر بازار رو تا حدودی میتونه به تعادل
نزدیک کنه. مرسی وحید جان، تشکر میکنم. نیما از کرج روی خط برنامه هستید. ما در مورد همونجور که دارید میشنوید در مورد افزایش ناگهانی قیمت خودرو داریم صحبت میکنیم. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما اینجاست. نیما جان اگر میتونی که این بحث رو از اینجایی که وحید شروع کرد، حالا وحید بحثی رو شروع کرد که من مطمئنم رضا میخواد صحبت‌های در موردش انجام بده، ولی قبل از اون شما اگر چیزی میتونی اضافه کنی بحث رو ببری سمتی که ما به یک نتیجه گیری برسیم این بس، ممنون میشم ازت. نیما از کرج در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با سلام خدمت آقای خان، به صدا من دارین؟ آره عزیزم، صدا داره میاد عزیزم، بفرمایید. و مهمون عزیزتون. خیلی خوشم. من اصلا حرفای این دوست عزیزمون قبول ندارم. من حقیقت سرپرست یکی از این شرکت‌های خودروسازی هستم، سایپا، گروه سایپا. ببینید اصلا و ابدا اون قیمت که تموم شده که میگن اون قیمت نیست. یعنی ما مردم خودمونو توی یه جایی به اسم ایران حالت زندانی کردیم، میگیم فقط اینو میتونی بخری با اینو. بله. و هر قیمتی که من بگم. ببینید خود من اصلا الان مافیای خودروسازی داریم. ببینید میگه اومدیم سرمایه گذاری کردیم نمیتونیم جلو ضرر رو هر جو بگیری، آقا منفعته. ما خودروهای این رو رسوم کنیم خودروی مرگه، یعنی مردم سوال. ببینید من اصلا یه چیزایی این شرکت میبینم، به فرض مثال میخوام بهتون بگم که دوستان بدونم من خودرو سازم، ما خود ایرادایی داریم، ایمپورتنت A، ایمپورتنت B، ایمپورتنت C، ایمپورتنت A با جون سرنشین سر کار داره. خب ما میگم مثلا لیفتراک میاد لاستیکا رو میذاره به ترتیب، مثلا میاد از عقب میذاره، اون لیفتراک میاد تو خط خالی میکنه از جلو. یه سری آقا مثلا کارگر جدید اومده بود لیفتراک میاد جلو میذاره، نه از جلو هم داشت میبرد، مثلا آفتاب لاستیکا زیر آفتاب شاید دو سال سه سال مونده بودن. خب این لاستیک خیلی چیز خطرناکیه. ما اینا رو آقا میخواستن از خط خارج کنن، دستور اومد که آقا خیلی لاستیکای زیادی همه رو ببندید. این لاستیکا حالت تاول میزنن، نمیدونم میدونید یا نه، یعنی با جون مشتری سر کار داره. بعد میگوستم میگه مثلا کیفیت خوب شده با در تحریم فلان، اصلا ربطی نداره. ما الان ببینید ما خودروسازی پارس خودرو داریم که جنرال موتورز سابق بود. این سالی که هلوش 60 سال پیش فکر میکنم یا بیشتر تولید راه افتاد، شولت نووا میزد، بیجوک میزد، آهو میزد، سیمرغ میزد، آریا میزد، یعنی ماشینای روز امریکا رو میزد و حتی و کره هنوز شروع به خودروسازی نکرده. بعد ما اینقدر پسرفت کردیم که اومدیم کیایی که از کره کرایی رو گرفتیم، نگاه کنید از ماشینای اونجوری، و بعدش همین پارس خودرو مثلا ماشینای ژاپنی، نیسان مثلا، ماشینای پیکاپ، پاترول، نمیدونم از اینا، هی اومدیم پایین، اومدیم پایین، اومدیم پایین تا رسیدیم به ماشینای چینی. یعنی چین با ایران شد خودروساز. ببینید خودروسازی ما دارم میگم جون مردم براش مهم نیست. تشکر میکنم بالای فقط و فقط. خواهش میکنم. مرسی عزیزم که اومدی، تشکر میکنم. بفهمه. خواهش میکنم. خب آره مرسی نیما. خب میرسیم به محمد رضا جان. شما اگه توضیحی میخوای بدی راجع به این حرفه که تالا گفته شده، من میتونم یه دو دقیقه وقت بدم بعد بریم محمد از هامبورگ. باید من در مورد مهمان اول که اومدن رو خط یه نکته بگم. بفهم. این که قیمت خودرو در ایران استاندارد داشته، وقتی مقایسه میکنیم فارغ از درآمد دلاری و اینا، وقتی مقایسه میکنیم با مشابه خارجی، خودرو 10,000 دلاری آمریکایی اروپایی رو شما ببینید و ببینید کدوم یکی از استانداردهاش رو خودرو تولید داخل داره. هیچ، مطلقاً هیچ کدام. این یک نکته. نکته دوم این که شما اشاره کردن خود مدیر روابط عمومی این دو خودرو سازم به این خوبی نمیتونستن یا حداقل روشون نمیشد دفاع کنن. ولی داستان اینه که اینکه خودرو ساز 40 سال هزینه شده جمع نکنیم، اتفاقا چرا جمع نکنیم؟ به یک نکته اشاره بکنم. 70-80% آلودگی هوای کشور به خاطر تولیدات این دو خودرو سازیه. یک، اگر
استاندارد تولید مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل رعایت بشود تا 50 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین کشور میاد پایین. این 20 میلیون لیتر ناترازی امروز که برطرف می شود، هیچ 30 میلیون لیتر هم می تونیم صادرات بکنیم. وقتی عزمی برای این کار وجود ندارد، یعنی که یک مافیای اون پشت پرده منافعش در وضعیت موجود و شرایط بد مردم و کشور و مسائلی که باهاش دست به گریبان هستن هست. مرسی رضا جان. محمد از هامبورگ روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بحث ما رو که میدونی چیست در خدمت هستیم. راجع به خودرو و خودروسازی در ایران داریم صحبت می‌کنیم و اینکه چرا یک دفعه قیمت خودرو بالغ بر بالای 30% بالا رفته. بفرمایید عزیزم. درود بر شما کامیز عزیز. محمد جان خیلی خوش آمدید. ممنونم. با توجه به این که من اول یه شعری میگم در ارتباط با این جریان، میگه که قافیه که تنگایت شاعر به جفنگایت. دولت تبهکار و تروریستی مافیایی جمهوری اسلامی با شنیدن صدای قدم‌های دونالد ترامپ به سمت کاخ سفید هر روز خودش رو در تنگناهای بیشتری می‌بینه و برای تأمین یه سری از هزینه‌هاش برای سرکوب مردم در ایران و برای جنگ افروزی در خارج باید با سرعت هرچه تمامتر پول تولید کنه. بله. اگر یه مقایسه ساده ای بکنیم، تقریبا 2 سال یا 3 سال پیش آقای رشیدی در یکی از کانال‌های تلویزیونی در ایران یه مقایسه کرده و یک جوان خیلی خیلی زرنگ و باهوش یه مطلبی رو گفت، جالب بود و به خدمتتون کردم. این مطلب گویای خیلی از موضوعات بود و این به این شکل بود، یه حساب کتاب کرده بود و گفته بود که مردم ایران رقمی بالغ بر 6 میلیارد دلار رو، البته یه وسطش یه پرانتز باز میکنم، سایپا یا حالا یکی از این خودروسازا اعلام کرده بود 24 ساعت وقت دارن که ثبت نام کنن و یه تعداد ماشین رو معرفی کرده بودن با اسامی مختلف که مردم پول بدن ثبت نام کنن و بین 6 ماه تا 1 سال ماشین رو مثلا تحویل بگیرن. این 24 ساعتی که اینا اعلام کردن بعد از 6 ساعت بسته شد. چرا؟ چون مردم رقمی بالغ بر 5.5 میلیارد دلار پول پرداخت کردن و پیش خرید کردن. یا ما اینجا یه مثال داریم، یا بر من یا با من، یا بر علیه منی یا با منی، من و شما و دیگری که میریم و پول میدیم قبل از این که اصلا بدونیم که آیا این ماشین رو امروز به ما میدن یا نمیدن. بله. و کی میدن؟ وقتی که ما میریم ماشینی که قرار 6 ماه دیگه بهمون بدن و میریم از الان سلاپنا پول میدیم، عرابه مرگ رو پول میدیم و هزینه سرکوب و کشتن مردم خودمون رو جلو جلو به جیب اینها میریزیم، پس ما خودمون رو دوست نداریم. بله. اگر ما خودمون رو دوست داشته باشیم و این کار رو نکنیم، بعداً مجبور نمیشیم دست به دامن ترامپ باشیم و منتظر باشیم که ترامپ بیاد ما رو نجات بده. پس ما باید اول خودمون رو بتونیم نجات بدیم، خودمون رو دوست داشته باشیم تا بتونیم این کارا رو انجام بدیم. محمد. اون افرادی که خود دولت جمهوری اسلامی میگن راضی نیستن از این وضعیت، 95%، پس اینا که میرن پول میدن کیان؟ روز و روزگار خوبی داشته باشین، پاینده ایران. مرسی محمد جان. یاویچا تشکر. خدا نگهدار. تشکر میکنم ازت، خیلی لطف کردی محمد عزیز. چقدر وقت داریم امید؟ 4 دقیقه وقت داریم. مجید از لس آنجلس، من میتونم 2 دقیقه بهت وقت بدم؟ مجید جان در خدمت هستیم، بفرمایید. قربون شما. حال شما خوبه؟ قربونت برم. من میام. بله عزیزم بفرمایید. آره قربونت. من خواستم اول شنونده، یعنی فرد اولی که شرکت کرد جناب وحید جان از دوستان عزیزمون فکر میکنم توی نظام هستن، چون خودرو رو گفت 45 سال. ما خودرو بالای 75 سالی که تو کشورمون داره تولید میشه. بله بله. بعد اومد با دلار مقایسه کرد. اصلا اینجوری نیست. حالا استاد عزیزمون مهمان گلتون جوابشو خواهد داد.
داد جوابشو داد. آره جوابشو داد. آره من داشتم فکر میکردم که چی بگم. اوکی خیلی ممنونم استاد، من ایشون رو خیلی قبول دارم، شما هم همینطور. ببینید من 22 سال سابقه دارم تو صنعت قطع سازی و خودروسازی توی ایران، ولی الان اومدم لس آنجلس، همکارای من همه بازنشسته شدن. فقط تنها مشکل و بزرگترین مشکل ما انحصاری بودن خودروه و افراد نالایق، به خاطر اینکه رقابت ناسالم، یعنی اصلا رقابتی نیست. بله. همه چی دست دولت و اکثر نمایندگی‌های مجاز و قطع سازا دست بچه‌های سپاهه. تنها اشکال اینه، اگر رقابت سالم باشه درست میشه. یه نکته کوچیک دیگه هم بگم، یک جامعه اقتصاد، فرهنگ، هنر، صنعت، آموزش و پرورش، همه چی باید با هم روش کنه. بل. ما نمیتونیم، یعنی آلمان اگه بنز رو داره میده بیرون، همه چیش در یه سطح تقریبا. تشکر میکنم. ما صنعت خودرومون بره بالا ولی وضعیت اجتماعیمون این باشه. مجید جان تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون. آخر نفری بودی که اومدی تو برنامه ما، بازم بیا. تشکر از رضا غیبی. رضا جان اینجا وایسا، ما از امشب میخوایم نه بگیم به فراموشی. ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، دو دستپایی یقید دانستم خود ما برزرم به یک جایی، ولی خود رفیق هم ندگرد. بچه های کوچیک اینقدر میومد بابا بابا بابا، روز اول مرورای دفتر با دیگه. خب ما از امشب میخوایم همینطوری که خدمتون عرض کردم نه بگیم به فراموشی. رضا رو هنوز داریم امید؟ رضا جان میخوای بیا یه جنبندی بکنی؟ فکر کنم چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه؟ 2 دقیقه وقت داریم. رضا جان مثلا میتونی 1.5 دقیقه در خدمت هستیم، بفرمایید. من یه نکته در مورد این فراموشی نه به فراموشیتون بگم. این بعد از این اتفاق چند اتفاق دیگه داشتیم. یکیش هم همین دیروز بود، متاسفانه این عزیزان با این مشکلاتی که مواجه میشوند همون 10 روز 15 روز نهایتا مرگی باشه خدای نکرد 40 روز در متن خبرها هستن بعد فراموش میشن، و خب کار خیلی خوبی بود و ممنونم من به نوبه خودم از شما. این سگمنت جدیدمونه که از این بعد هر شب ما به یک قسمتی از تاریخ خودمون نخواهیم گرد، به فراموشی که مردم یا خودمون، حتی خودمون رو بعضی موقع باید یه تلنگر بزنیم که از خواب بیدار کنیم. بفهمه رضا جان. من یک کوتاه بخوام جنبندی کنم، مادامی که اونجایی که گفتم باید پرانتز 57 بسته بشه، راهکار یعنی چی؟ یعنی این که ما با یک سیستم فاسد قومی قبیله‌ای طرفیم که هیچ کسی حریف اون نخواهد شد مگر اراده مردم. بل. در همین خودروسازی یک زمانی یکی از مجالس، خاطرم نیست سالش، برای یک بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک تصمیم درست گرفت، می‌خواست تعرفه خودرو رو بیاره پایین و بازار رقابتی ایجاد کنه. مافیای خودرو انقدر قوی هست که نوروز همون سال علی خامنه ای رو برد از خط ایران خودرو بازدید کرد و همونجا حکم حکومتی گرفتن، و یک روز بعدش تعرفه خودرو نه تنها کم نشد بلکه چند برابر هم افزایش پیدا کرد. ما با یک همچین سیستمی در پشت پرده رضا جان تشکر میکنم. حالا اگه فردا شب قیمت بنزینم رفت بالا بیا دیگه دوباره قرار شما میدونستی ما نمیدونستی. مرسی عزیزم. تکرار برنامه صبح‌ها ساعت 8:30 صبح تهران است. برنامه در یوتیوب ایران اینترنشنال چند دقیقه پس از پایان این پخش زنده آپلود قابل مشاهده است. کلا پیدا کردن برنامه در شبکه‌های اجتماعی کار از فیل نیست، راحته. هوای بغل‌دستی داشته باش تا فردا شب همینجا 11 شب تهران.